And now I give the floor to His Excellency Dr. Youssef Nouri, Minister of Education of the Islamic Republic of Iran. The floor is yours, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين آقای رئیس، حضار محترم، خواهران و برادران دینی، سلام علیکم. در ابتدا مایلم که خوشنودی خود را برای شرکت در این جلسه با شکوه با حضور وزرای محترم آموزشی و فرهنگی کشورهای عضو آیسسکو اعلام دارم. از جناب آقای دکتر سالم محمد بن مالک، مدیر کل آیسسکو و همکاران محترم ایشان تشکر و قدردانی می نمایم. با هم دوباره به تاریخ صده‌های اخیر کشورهای اسلامی و استعمارگر بنگریم عموم مردم ما هنوز هم زخم‌های وابستگی فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی استعمار را بر تن ملت و کشور خود می‌بینند گویی استعمارگری این بار با مفهوم فریبنده توسعه و توسعه یافتگی به میدان آمده است ما طالب پیشرفت و آبادانی زمین هستیم اما چگونه و از چه مسیری و با تکیه بر چه بنیانهایی ما به دنبال کدام زندگی فردی و اجتماعی هستیم ما در جستجوی پیشرفتی هستیم که در آن توحید معنویت عدالت و عزت جریان داشته باشد و تربیت از ابزار توسعه به غایت آن مبدل گردد معتقدیم که در پس مزامین جذاب و آمیخته با ظاهر علمی و فریبنده اسناد توسعه پایدار و مواضع حامیان آن رگه‌های قوی سکولاریسم و لیبرالیسم به نحوی گنجانده شده است که ما را از تحقق حیات طیبه موعود قرآنی منحرف می‌کند اگر از این منظر به سند 20C بنگریم نمیتوانیم آن را سندی هماهنگ با هویت اسلامی خود بدانیم چرا باید دیگران برای ما سندی سکولار بنویسند و در آن مشخص کنند که چه دیدگاهی درباره آموزش‌های جنسی و جنسیتی کلیشه است و باید از میان برود سند 20C به مواردی مانند آموزش صلح به کودکان پرداخته است اما بانیان آن نه جوامع اسلامی بلکه کشورهایی هستند که سابقه بمباران اتمی را در پرونده خود دارند و در 200 سال اخیر لشکرکشی و کشتارهای آنها جزو کتابهای تاریخ فرزندان ما شده است دوستان عزیز خواهران و برادران گرانقدر ما بر اساس آیات قرآن کریم بر این باوریم که دین اسلام چارچوب شیوه زندگی سالم توحیدی و انسانی را برای همه اعصار و همه جوامع ارائه نموده است اما عمدتاً از آن غفلت کرده ایم رسول مکرم اسلام فرمودند یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا ما باید به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برگردیم. پیشنهاد مشخص ما تدوین و اجرای سند الگوی پیشرفت فرهنگی و آموزشی اسلامی متکی بر قرآن کریم و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. امروز نیازمند ائتلاف توحیدی در برابر سکولاریسم هستیم تا کفر و الحاد عادی سازی نشود. و مفهوم عدالت به معنای لیبرال و فردی تقلیل نیابد آیسسکو میتواند مأموریت اصلی خود را حول این دغدغه بازیابی کند جمهوری اسلامی ایران حاضر است در این مسیر همقدم شود و تجربیات و ایده های خود را با کشورهای اسلامی به اشتراک بگذارد تجربه ما در تدوین اسناد ملی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
می تواند یکی از زمینه‌های گفتگو و انتقال تجربه میان کشورهای اسلامی باشد. بار دیگر از سازمان آیسسکو و کشور میزبان برای برگزاری این اجلاس با شکوه قدردانی می نماییم و امیدواریم نتایج این کنفرانس بتواند در چارچوب آموزه‌ها و مبانی نظری اسلام دستاوردی بزرگ برای ارتقای جایگاه تربیت، علم، فرهنگ و فناوری در کشورهای اسلامی باشد. و قال الله تبارک و تعالی لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.